دوستان عزیزم سلام خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق یک سری فایل های صوتی جدید در خدمت شما عزیزان خواهم بود کتاب جدیدی که براتون انتخاب کردم کتاب جنایت و مکافات از آثار درخشان و بیادماندنی ماندنی فئودور داستایوفسکی است کتاب حاضر چاپ چهارم این کتاب و منتشر کننده اون انتشارات نگاه این ترجمه کاریست از اسقر رستگار و کتاب در سال 1391 به بازار ارائه شده وقتی کتاب رو ورق میزنیم در ابتدا به پیشگفتار مترجم میرسیم که به قلم جناب اسقر رستگار هست و بعد از اون قبل از اینکه داستان اصلی رو شروع کنیم طی سه صفحه شخصیت های داستان به ما معرفی شدند که به نظر من با توجه به اینکه ما خیلی با رمان‌های روسی و اسامی مصطلح در رمان‌های روسی آشنایی نداریم کار بسیار زیبایی است که این معرفی صورت بگیره و بعدها در طول این رمان 700 صفحه‌ای هر وقت که خواستیم میتونیم مراجعه کنیم به این سه صفحه و یادمون بیاد که شخصیت اسم کاملش چی بوده و چه نسبتی با سایر شخصیت ها داره خب در ابتدا من پیشگفتار مترجم رو براتون میخونم فکر میکنم که بسیار مفید باشه البته ذکر این نکته هم ضروریه که در پیشگفتار مترجم تا حدود بسیار زیادی به روند کلی داستان اشاره شده به روحیه و طرز تفکر شخصیت های اصلی داستان اشاره شده و نام برده شده از افراد و اینکه چه کارهای عمده رو قرار در داستان صورت بدن من شخصا پیشنهاد میکنم به خصوص برای اون دسته از عزیزانی که دوست دارن داستان براشون اون حالت بکر و اون حالت قافل گیر کننده رو با توجه به توالی اتفاقاتی که قرار بیفته حفظ کنه پیشنهادم این هست که شما عزیزان این قسمت رو گوش نکنید یعنی پیشگفتار مترجم رو و معرفی اسامی رو گوش نکنید و لطفا برید به سراغ فایل بعدی که قسمت اصلی داستان از اونجا شروع خواهد شد ولی اگر با توجه به اینکه داستانمون داستان طولانی است دود 700 صفحه است اگر قبل از اینکه وارد این راه طولانی بشید و با من همراه بشید میخواید بدونید که کلیت داستان راجع به چه موضوع هایی است میتونید پیشگفتار رو گوش کنید و با اسامی هم در انتهای پیشگفتار آشنا بشید و تا حدودی با رابطه ای که این افراد با هم در داستان خواهند داشت و اما پیشگفتار مترجم داستایوفسکی جنایت و مکافات را در سال 1866 نوشت هفت سال پیش از نگارش آن در سال 1859 در نامه ای به برادرش گفته بود طرح این داستان رو در زندان ریخته در دورانی که با درد و غریق و سرخوردگی روزگار میگذراند او این اثر را اقرارنامه‌ای در شکل رمان خوانده بود و گفته بود قصد دارد آن را با خون دلش بنویسد داستویوسکی زمانی به نگارش این داستان دست یازید که رویدادها و مزامین آن را طی 20 سال با گوشت و خون خود آزموده بود جنایت آرمان خواهانه از مفاهیم مهم اندیشه انقلابی در روزگار او بود و او شخصا درگیر این پدیده شده بود اما این اندیشه تنها مضمون مورد نظر او نبود مضمون فلسفی دیگری هم بود که همزمان با طرح این اثر در اندیشه فلسفی غرب شکل گرفته بود ابر انسان پیش از داستیوفسکی، هگل فیلسوف آلمانی در آثار خود به طرح مختصات کلی این انسان برتر پرداخته بود هگل ابر انسانی طرح کرده بود حامل مقاصد شریف و متعالی انسانی که می گفت اگر هدف شریف و متعالی باشد وسیله رسیدن به آن هر چه که باشد توجیه پذیر و منطقی است ابر انسان هگل انسانی بود برتر از انسانهای عادی با اهداف شریف و برین و انسانساز، که تنها در جهت خیر و صلاح بشر گام برمی و در دقیقه شریف بودن و متعالی بودن این هدف بود بر اساس نظریه هگل اگر آرمان شریف و متعالی یا آسمانی می بود کشته شدن هزاران یا میلیونها انسان اهمیتی نداشت چندی بعد از نگارش این اثر توسط داستایوفسکی بود که فیلسوف دیگری در غرب با نام فردریش نیچه به طرح مشخصات یک ابر انسان دیگر همت گماشت انسانی که خواست و هدفش قدرت بود برای برکشیدن انسانی که بی خدا شده بود و حال می بایست خود خدا شود و از وضعیت خدایان برخوردار باشد یعنی وضعیت بی اما از ابر انسان هگل نیز بدون قدرت کاری ساخته نبود ابر انسان هگل نیز برای رسیدن به هدف خود و تحقق آرمان شریف و متعالی خود نیازمند قدرت بود و برای رسیدن به این قدرت هر وسیله ای را مجاز می دانست. به این ترتیب این دو اندیشه با همه وجوه متمایز خود سرانجام به یک نقطه می رسیدند. قدرت خواهی اما خواست هر قدرتی بدون دست زدن به جنایت رویایی است پوچ و بیمعنا پس آرمان هر شکل و به هر نام جفت جنایت است اندیشه عمیق و پرمایه داستایوفسکی رمان نویس پیش از نیچه و سریعتر از هگل مطلب را بیان کرده بود ما در این رمان با دو نوع جنایت سر و کار داریم نخست جنایت راسکولنیکوف که در راستای اندیشه هگلی است اگر هدف شریف و متعالی باشد وسیله رسیدن به این هدف هرچه باشد کشتن یک انسان باشد یا هزاران انسان توجیح پذیر است. نیکوف شریف و پاک دامن نیز برای رسیدن به هدف شریف و انسانی خود انسانی شرارتکار و تباهی پرور را برای کشتن برد. یعنی از هر وسیله استفاده نکرد. بلکه در انتخاب وسیله نیز وسواس به خرج داد. پیرزن مردنی رباخاری را برای کشتنش برگزید که کم شدنش از پیکر جامعه نه تنها برای جامعه زیانی نداشت بلکه بسیار هم مفید و کارساز بود با پول او میشد دهها و صدها کار خیر و انسانی انجام داد راسکولنیکوف این خیرخواهی و بشردوستی را با اندک پول خرجی خود نیز بارها نشان داده بود و بعد از جنایت نیز نشان داد راسکولنیکوف میخواست این نظریه را با یک جنایت کوچولو بیازماید یک جنایت کوچولو در برابر هزاران کار خیر معادله ای و انگیز بود به خصوص که خود این جنایت هم در اصل جنایت نبود نوعی پاکسازی جامعه بود در مقیاس کوچک در این میان تنها این نکته در خور اندیشه بود که آیا خود او انسان برتر محسوب می شد یا نه چون این نظریه در اصل برای انسانهای بزرگ انسانهای برتر ساخته شده بود نه هر انسانی برای یافتن پاسخ این سوال جز اقدام به عمل چاره دیگری نبود نظریه راسکولنیکوف می گفت انسان ها دو هستند. توده انسان عادی که همواره در فرمانبری به سر بردن و حق نداشتن قوانین و سنن حاکم را نقض کنند و دسته قلیل انسان فوق عادی که به عناوین گونه با و آرمان به نام اصلاح امور دین و دنیای بشر به خود حق دادهاند دست به هر جنایتی بزنند و هر قانونی را نقض کنند چرا که خود را انسانهایی برتر و هدف خود را شریف و متعالی آسمانی پنداشتهاند. اما در این رمان شخصیتی دیگر و نوع دیگری از جنایت نیز مطرح شده است سیویدری گالوف و جنایت سیویدری گالوفی این جنایت تقریبا در راستای اندیشه است که بعدها نیچه فیلسوف مطرح کرد خدا مرده است با مردن خدا آن دنیا نیز مرده است آن دنیا دیگر سرچشمه ارزش ها نیست دیگر معنا و هدف قایی حیات و ممات نیست آفریننده ارزش های موجود مرده است آفریننده دیگری باید بیاید و ارزش های دیگری باید بیافریند آفریننده ای که بشریت هست اما نه بشریتی که تاکنون بوده و به دو دسته عادی و غیر عادی تقسیم شده است او ابر انسان است انسانی برتر از انسان موجود ارزش های این نوع از انسان معید این دنیاست و دوست داشتن این دنیا انسان برتر مبلغ دوست داشتن زندگی و این دنیاست هر آنچه زاینده زندگی و زیبایی های این دنیاست صاحب ارزش است و در زیستن و زاییدن هر آنچه زاینده مرگ و فرومایگی و آلودن زمین و زندگی است فاقد ارزش است و در خور مردن و از بین رفتن اما سبجیکایلوف برخلاف راسکولنیکوف نظریه پرداز نبود در پی آزمودن نظریه خود در عرصه عمل نیز نبود او تنها بر این گمان بود که هیچ قدرتی فراتر از خواست و اراده انسان وجود ندارد انسان برتر کسی است که خواست و اراده خود را بر دیگران بر قوانین موجود بر عرف و سنت تحمیل کند برای اعمال این خواست و اراده بهرهگیری از هر وسیله جایز است ولو رشوه دادن به معمور قانون یا اعمال نفوذ در رمان داستایوفسکی این دو انسان که هر یک در راستای یکی از این دو نظریه خواسته است برتر بودن خود را بیازماید در نهایت به تنهایی کامل و جدایی از جامعه می رسد و هر یک سرنوشت خاص خود را می آورد. راسکولنیکوف تنهایی را تاب نمی آورد و با پناه جستن به عشق و اعتراف به گناه دوباره به جامعه انسانی باز می گردد. اما سویدری گالوف حتی در قلم رو عشق نیز می خواهد اعمال اراده کند. سویدری گالوف از این قلم رو رانده می شود و در نهایت به این می رسد که باید در قلم رو دیگری اعمال اراده کند. قلم روی که دیگر مختص انسان های برتر نیست. قلم روی که سرنوشت محتوم همه انسان هاست. پایان پیشگفتار مترجم بود به قلم جناب اسقر راستگار و اما شخصیت های داستان رودیون رومانوویچ راسکولنیکوف که رودیا، رودنکا و رودکا خوانده شده اودوتیا رومانونا، راسکولیگووا یا دونیا خواهر فداکار رودیوم بوده معلمه سرخانی سیویدری گایدوف بوده و نامزده لوژین شخصیت بعدی پولخیریا الکساندروونا و مادر رودیوم بوده سیمیون زخروویچ مارملادوف کارمند اخراجی دولت دائم الخمر پدر سونیا از زن قبلی و شوهر کنونی کاترینا ایوانونا کاترینا ایوانونا زن کنونی مارملادوف زن سابق یک افسر ارتش از شوهر قبلی صاحب سفرزند سوفیا سمیونونا مارملادوف یا سونیا دختر مارملادوف از زن اول که برای حمایت از خانواده مجبور به خود فروشی شده پولنکا، لیویا و کولیا سه فرزند کاترینا ایوانوونا از شوهر قبلی آرکادی ایوانوویچ سویدری گایلوف کارفرمای سابق دنیا مارفا پتروونا زن آرکادی ایوانوویچ پیتر پتروویچ لوژین نامزد دنیا راسکولنیکوف کارمند دولت دمیتری پروکوفیچ رازومیخین دانشجو دوست و همکلاسی راسکولنیکوف و نامزد بعدی دنیا آندری سیمیونوویچ لبزیاتنیکف همخانه و همسایه مارملادوف پرفری پورفری پتروویچ بازپورس مسئول رسیدگی به پرونده جنایت آلیونا ایوانونا پیرزن رواخار لیزاویتا ایوانونا خواهر آلیونا دوست سونیا پراسکوویا پاولونا خانم صاحب خانه راسکولنیکوف نستاسیا خدمتکار پراسکوویا امالیا فیودورونا خانم صاحب خانه مارملادوف کاپرناموف خانم صاحب خانه سوفیا زاسیمف پزشک معالج راسکولنیکوف دوست رازومیخین نیکودیم فومیچ رئیس کلانتری زمیوتف منشی کلانتری دوست رازومیخین ایلیا پتروویچ افسر لافزن و پرمدعای پلیس نیکولای یا میکلکا و دیمیتری یا میتکا نقاشان ساختمان و اما توضیحی در باب اسامی اسم دوم تمامی شخصیت های مرد به ویچ و تمامی شخصیت های زن به اونا ختم می شود. این دو پسوند به معنای پسر و دختر است. روزها بعد از اسم کوچک شخص نام پدر او را نیز قید می کنند. از این قرار چون نام پدر رودیون و آودوتیا راسکولنیکوف رومان راسکولنیکوف بوده است اولی را که مذکر است رودیون رومانوویچ به معنای رودیون پسر رومان و دومی را که معنس است آودوتیا رومانونا به معنای آودوتیا دختر رومان می نامند. خب با این تفاصیل توضیحاتی هم در باب اسامی داده شد و در فایل بعدی بخش اول کتاب رو که در حقیقت آغاز داستان جنایت و مکافات هست رو در کنار شما عزیزان خواهم بود ممنونم از اینکه با من هستید